گلبدین حکمتیار هم فراری شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: حکمتیار از ترس پسر مولوی منصور کابل را ترک کرد. گزارش می رسد که حکمتیار از چند به این سو به بهانه مداوای چشم قصر کابل را ترک کرده و به پشاور رفته است. منبع از پشاور خبر داده است که افسران ISI او را تشویق کردند که دوباره به کابل برگردد. در 40 روز گذشته حکمتیار بارها توسط طالبان توهین شد ولی صدایش را بلند نکرد. ولی و تازگی پسر مولوی نصرالله منصور تصمیم قاطع داشت که حکمتیار را به انتقام کشته شدن پدرش به وسیله او اعدام کند. اما حکمتیار از چنگش در رفت و سر از پشاور در آورد. به نظر می رسد حکمتیار به رغم ذوق زدگی و خوشحالی از سقوط کابل و پنجشیر از لطف و مرحمت شبکه حقانی محروم مانده و از سوی یک جناح دیگر مواجه به خطر شده است. وای صلاح الدین ربانی کمک خواسته است که با دولت ترکیه هماهنگ کند تا وای بتواند شورای رهبری حزب اسلامی شاخه خودش را به ترکیه منتقل کند. اما اردوغان اخوانی دیروز به درخواست وای هنوز پاسخ مثبت نداده است. در همین حال روسیه گفته است حکومت سرپرست طالبان از نگاه اعتقادی قومی و سیاسی فراگیر نیست. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که حکومت سرپرست طالبان فراگیر نیست و آن کشور در حال حاضر گزینه به رسمیت شناختن حکومت طالبان را روی میز ندارد. او که روز شنبه سوم میزان در یک نشست خبری صحبت میکرد، رهبران طالبان را به رفتارهای متمدنانه تشویق کرد. سرگی لاروف گفت که حکومت سرپرست طالبان از منظر اعتقادی، قومی و سیاسی بیانگر حکومت فراگیر در افغانستان نیست. او افزود که روسیه تاکنون گامی برای به رسمیت شناختن طالبان بر نداشته است و طالبان نیز از آن کشور خواستار تعیین سفیر برای افغانستان نشدند. با این حال وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد که آن کشور از طالبان در مبارزه با داعش و سایر نهادهای تروریستی حمایت میکند. لاوروف در بخشی از صحبتهایش با انتقاد از خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که ایالات متحده بدون تجزیه و تحلیل عواقب خروج مقدار زیادی از تجهیزات نظامی را از خود به جا مانده است. با گفته او نیاز است همه کشورها مطمئن شوند که از این سلاح‌ها برای اهداف غیر سازنده استفاده نمی شود. لاروف افزود که آمریکا بدون سنجیدن عواقب خروج شتاب زده از افغانستان مسبب به جا ماندن بخش زیادی از تجهیزات در این کشور شده است. بیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ابراز امیدواری کرده بود که طالبان با اختیار کردن رفتارهای متمدنانه مناسبات افغانستان با جامعه جهانی را حفظ کند. از سوی هم سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه از هنگام صحبت در سازمان ملل متحد گفت روسیه از عزم طالبان برای مبارزه با داعش در افغانستان حمایت می کند. وی در کنفرانس مطبوعاتی در سازمان ملل متحد گفت عزم طالبان طور آنها اعلام کردند برای مبارزه با داعش گروه تروریستی ممنوع در روسیه و دیگر گروه های تروریستی تمام تلاش خود را برای حمایت از خود انجام خواهیم داد. همچنان شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان میگوید که با خروج نیروهای بین المللی و حضور طالبان در افغانستان ثبات در این کشور بهبود یافته است. قریشی روز شنبه سوم میزان در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت که دست کم تا حال هیچ نشانه از جنگ داخلی در افغانستان دیده نمی شود. او تصریح کرد که با وجود تغییر وضعیت در افغانستان، پاکستان شاهد هجوم مهاجران افغان به مرزها نبوده است. در همین حال قریشی هشدار داد که بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان همچنان یک تهدید واقعی است. وزیر خارجه پاکستان همچنان مخالفتش را با حضور نماینده دولت غنی در اجلاس عمومی سازمان ملل اعلام کرد و گفت که صحبت های نماینده دولت سرنگون شده فایده ندارد. او تاکید کرد که سفیر دولت سرنگون شده غنی هیچ موضوعی ندارد و کرسی افغانستان در اجلاس عمومی سازمان ملل باید در کوتاه مدت خالی بماند. و باور قریشی نماینده دولت پیشین افغانستان در این اجلاس قابل دفاع نیست، زیرا با فرار غنی حکومت و نیز از بین رفته است. با این حال شاه محمود قریشی درخواست طالبان برای حضور نماینده دولت سرپرستشان در این اجلاس را نیز تایید نکرد و گفت که کشورهای عضو باید منتظر معجب بودن این درخواست بمانند.
طالبان بیشتر از سازمان ملل خواسته بودند که اجازه دهد سهیل شاهین به عنوان سفیر حکومت سرپرست طالبان در این اجلاس اشتراک کند. با این حال پس از رایزنی ها مشخص شد که غلام محمد اسحاق زی در نشست این سازمان که روز دوشنبه 5 میزان برگزار می شود اشتراک و سخنرانی می کند. گفتنی است که غلام محمد اسحاق زی در جوزای سال روان به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل انتخاب شد. او پس از سقوط کابل درخواستی را به انتونیو گوترش دبیر کل عمومی سازمان ملل فرستاد. از این سازمان خواست که وی را در سمتش ابقا کند. در عین حال خبرگزاری افق در یک خبرنامه از ادعای کشته شدن یک سرگرده داعش به دست طالبان خبر می دهد. یک رسانه عربی گزارش داده که طالبان ابو عمر خراسانی یک سرکرده داعش در افغانستان را کشتند. این خبر را شبکه المیادین و نقل از طالبان منتشر کرده است. این رسانه به جزئیات کشته شدن این فرمانده داعش نپرداخته و برخی منابع تایید نشده گزارش دادند که ابو عمر خراسانی حین فرار از زندان کشته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخلی دولت پیشین در ماه ثور سال 1399 از بازداشت ابو عمر خراسانی خبر داده بودند. در آن زمان امنیت ملی گفته بود که ضیاءالحق با نام شیخ ابو عمر خراسانی شناخته می شد، همراه با صاحب مسئول روابط عمومی و ابو علی مسئول اطلاعات داعش بازداشت شدند. طالبان تا کنون در مورد کشته شدن این عضو داعش رسمن چیزی نگفتند. این در حال است که داعش و تازگی حملاتی را علیه طالبان در شرق کشور انجام داده است. طالبان اما در واکنش گفتند که این آخرین تحرکات داعش در افغانستان خواهد بود و به زودی سرکوب خواهند شد. این در حال است که طالبان از جامعه جهانی 20 ماه فرصت خواسته است. سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از جامعه جهانی می خواهد که قبل از هر گونه قضاوت درباره کارکردهای این گروه به آنها 20 ماه فرصت بدهد. با گزارش اسپوتنیک، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد در دولت موقت طالبان گفت که جامعه بین المللی باید 20 ماه قبل از قضاوت در مورد حکومت طالبان به ما فرصت بدهد. انعام الله سمنگونی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان و نقل از حنیف در صفحه توییتر خود گفت بگذارید جهان به ما 20 ماه فرصت بدهد و سپس قضاوت کند که آیا ما موفق شده ایم یا نه. با گفته وی طالبان برخلاف دولت قبلی از جهان تقاضای کمک نمی کند. وی گفت که جامعه بین المللی به مدت 20 سال به دولت قبلی افغانستان کمک کرده است. ما نمی خواهیم که جهان به ما کمک کند. می خواهیم که قبل از قضاوت درباره ما جهان به ما فرصت دهد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان.